گفته که تمام نیروگا، پالایشگاه و کارخانجات عمده‌ای که مصرف سوخت مایع دارن، مثل مازوت داره مصرف میکنن، گازوئیل داره مصرف میکنن، تعدیل سوخت رو به گاز مثلا انتقال بدن و اگر هم کمبود گاز داریم، ما به حالت موقت فعالیت اون مناطقی که داره فعالیت میکنن اون فعالیتشون رو متوقف بکنیم، از این فرصت اون رو استفاده بکنن یا برای تعمیراتشون یا برای مسائلی که دارن استفاده بکنن. ولی خب وزارت نفت هم تمهیدات اتخاذ کرده که مثلا کارخونه سیمان تهران رو که روزی 800 هزار لیتر سوخت کوره و یا مازوت مصرف میکرده و یک آلاینده بسیار زیادی در رابطه با اسودو داشته، به گاز تبدیل کرده که واقعا جای تشکر داره. نیروگاه منتظر قائممون در وسلا ملارد هنوز داره سوخت گازوئیل مصرف میکنه که اگر امروز قرار بود که سوخت گاز بشه، اگر نشد دیگه از ادامه فعالیت اون نیروگاه جلوگیری خواهد شد. باز شهرداری ها مکلف شدن که فعالیت های عمده عمرانی رو که ذرات معلق رو در هوا منتشر میکنن متوقف بکنن. راهبر تهران بزرگ، شرق و غرب استان تهران مکلف شدن که از وسایل نقلیه دودزا، چون واقعا الان یک موتورسیکلت 10.1% آلایندگی ذرات معلق رو عهده‌دار هست، بالای 80% عمر این موتورسیکلت ها دیگه اون زمانه بسیار استانداردشون گذشته شده است و هر موتورسیکلت هم به اندازه 7 تا خودرو سمن داره آلایندگی به محیط میده. ما تو تهران حدود 3 میلیون از این موتورسیکلت داریم. این یک به اصطلاح اعمال قانون بکنیم که پلیس راهور این اقدامات رو انجام بده، هم در رابطه با خودروهای دودزا، هم در رابطه با موتورسیکلت های دودزا که از فعالیتشون جلوگیری بکنه. ورود کامیون ها هم در این ایام ورودشون به شهر تهران از مبادی ورودی اون اعمال قانون میشه که اینا وارد شهر نشن. و باز هم داره بعد از اون تصمیم گیری میشود که همه دستگاه های دولتی که اتوبوس های گازسوز دارن در اختیار حمل و نقل شهری قرار بدن که از اون به عنوان به اصطلاح ترغیب و تشویق شهروندان استفاده بشه که کمتر از وسیله نقلیه خودروش استفاده بکنن. شهرداری تهران هم مکلف شده که از حداکثر ظرفیت مترو و حمل و نقل عمومی خودش استفاده بکنه.